با سلامی دوباره، امروز میخواییم بیوگرافی سحر قریشی رو با هم مرور کنیم، پس با من باشید. سحر قریشی در ششمین روز از دیماه سال 1366 در تهران متولد شد. او بازیگر سینما و تلویزیونه. بازیگری رو با فیلم سینمایی لج و لج بازی آغاز کرد. سحر قریشی تنها یک برادر داره. رنگ‌های مورد علاقش هم مشکی، آبی و قرمزه. طرفدار دو آتیشه استقلال هم هست. سحر دوست داشته همیشه هر چه زودتر به اوج برسه و هنوز هم این آینده رو برای خودش پیشبینی میکنه. برای قریشی نوع پوشش و لباس خیلی اهمیت داره. او حسین سهیل‌زاده رو مانند پدرش دوست داره. سحر قریشی سابقا همسر مهران اخوان زاکری بود. این دو مدتی قبل از هم جدا شدن. سحر قبلا در مورد رابطهش با امید علوی گفت: من به هر حال در شرایطی نیستم که تنها بخواهم به زندگیم ادامه بدهم. البته من امید را از قبل می شناختم، ولی الان در مرحله نامزدی آن هم به صورت محرم برای آشنایی بیشتر با هم هستیم. اما صحبتای مهران اخوان زاکری بعد از 5 سال کمی غم‌انگیز و تأسف‌بار بود. او اینجوری از همسرش سخن گفته: 5 سال از خانم سحر قریشی همسر قانونی منه. همیشه به نیکی از من یاد کرده و در چند مصاحبهش در نشریات مختلف گفته اگر همسرم اراده کند یا اجازه ندهد دیگر بازی نمی کنم و هنرپیشگی را تا جایی ادامه می دهم که به زندگی شخصیم لطمه‌ای وارد نشود. همسرم همواره مشوق و پشتیبان من بوده، اما اکنون دیگر من موافق بازیگری همسرم نیستم. این رو مهران اخوان زاکری گفته. او گفت که پس از پخش سریال دلنوازان از شبکه 3 که باعث شهرتش شد رفتارش تغییر کرد و اکنون 6 ماهه که من از ایشون خبری ندارم. به دادگاه حمایت از خانواده هم مراجعه کردم و از او شکایت کردم، اما چون من مشوق ایشون بودم و به او اجازه کار دادم، تقاضای من برای ممنوع کار شدن زنم رد شد. با این حال از نظر شرعی و قلبی دیگر راضی نیستم زنم بازی کند. اکثر تهیه کننده ها وقتی در جریان این موضوع قرار گرفتن با من همکاری کردند و از همسرم در سریال ها و فیلم ها استفاده نکردند، به غیر از تهیه کننده فیلم دلنوازان که با من برخورد بدی هم داشت. جالب این که همسرم در مصاحبه هایش میگوید دیپلم دارم. به من بگویید او از کدام دبیرستان دیپلم گرفته است. در حال حاضر تصمیم گرفتم که از همسرم جدا شوم و او صحبت های خودش رو اینجوری به پایان میبره که پروانه ها فراموش میکنند روزی کرم بودند. چند تا از فیلم هایی رو که سحر قریشی در اونها ایفای نقش کرده رو با هم مرور میکنیم. سال 88 فیلم لج و لج بازی، 89 سیسیلی ها، فیلم دردسر بزرگ، فیلم همه چی آرومه. سال 1390 فیلم گشت ارشاد، ساعت شلوغی، محرمان تهران، فیلم نار، فیلم دوباره هم با هم، فیلم اکباتان، فیلم تو و من، فیلم نردبان چوبی، فیلم سه خط موازی. در سال 91 فیلم عبور از مه، فیلم زن مرد زندگی، فیلم بچه های نواسان، فیلم نفس. سال 92
فیلم 5 ستاره، فیلم آنچه مردان درباره زنان نمی دانند، فیلم دربست آزادی، فیلم نازنین، فیلم آتشبازی، فیلم روزگاری، عشق و خیانت، سال 93، فیلم شیوا، فیلم رجب آرتیست می شود، فیلم 3 بیگانه در سرزمین ناشناخته، فیلم شانس، عشق، تصادف، فیلم شیفت شب، فیلم تگرگ و آفتاب. سریال های تلویزیونی سحر قریشی، سریال دلنوازان، سریال شاید برای شما هم به اتفاق بیفتد. فیلم های تلویزیونی سحر قریشی، فیلم تلویزیونی حال خوب من و فیلم نارمک. خب دوستان، این ویدیو هم در اینجا به پایان رسید. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. اگه پیشنهادی دارید برای ما در کامنتار بنویسید و سابسکرایب فراموش نشه برای دیدن ویدیوهای جدید ما. تا درودی دیگر، بدرود.